در ادامه جلسات شرح مجالس سبعه حضرت مولانا جلال الدین رسیدیم به این قسمت که فرمود بخوان ملک را از کلام ربی الاعلا ملک قررا قرآن یعنی قاریان قاریان و قاریان قرآن مد نظر هست ملک القرا در هر شهری و در هر کشوری اشخاصی بودند که حافظ کل قرآن بودند و قرآن رو به زیبایی و با صوت زیبا تلاوت می‌کردند معمول بود که در مجالس بودند، در مجالس بزرگان مانند حضرت مولانا حضور می داشتند و در آنجا به مناسبت اگر آن سخنران و آن مجلس گو یک آیه ای رو بیان می کرد یا روایتی رو آنجا می خاند آن قاری و آن ملک را به شکل شیوا و زیبایی آن آیه رو به سمع و فکر اشخاص حاضر میرساند و با خواندن آن آیه زیبا به شکل هنرمندانه و زیبا در حقیقت وجد و شور و حالی در مستمعین به وجود می آورد اینجا هم مولانا در آن ملک آن ملک القرا و بزرگ قاریان قرآن که در مجلس مولانا حضور داشته است به ایشان میفرماید که این را بخوان و گویا ایشان این آیه شگفت رو آنجا با صدای زیبا خوانده است و بعد حضرت مولانا به تفسیر این آیه می‌نشیند از کلام ربی الاعلا رب به من که اعلا است از بحر ارشاد سالکان نه را که آن جاده چیست جاده صفت آن جاده که سالکان آن جاده و آن راه و طریقت می بایست که ارشاد شوند این است که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم بگو ای عبادی قول فعل امر است و امر در وجوب به کار رفته است یا حرف ندای دور است و عباد به معنای بندگان جمع عبد است و عبادی یا هم که جمع آمده است به دنبال آن جمع عبادی یعنی بندگان من یعنی قول هایی که در قرآن هست همه خطابش و مخاطبش حضرت رسول صلوات الله علیه هست و می بایست که این آیه رو اینجور معنی کنیم که خداوند به حضرت رسول میفرماید فرماید قول ای رسول بگو یا عبادی ای بندگان من الذین کدام بندگان من آنان که اسرفو اسراف کرده اند علا انفسهم بر نفسهایشان اصراف کردند اصراف هم در حقیقت گفتند که خروج از راه اعتدال است و رفتن به سوی افراد یا تفریط است اصراف یعنی آن قوای انسانی و هرچه که خداوند به عنوان نعمت در, در انسان قرار داده است و برای انسان قرار داده است این رو در شکل نامناسب یا به شکل افراطی یا به شکل تفریتی انجام دهد افراطی حالت عملی است و تفریتی حالت ترکی است یک حالت فعل دارد یک حالت ترک دارد افراط ناظر بر وجهه فعل است و تفریت ناظر بر وجهه ترک است یعنی اینکه مثلا شخصی میآید آید قضایی به او می دهند، آنقدر زیاد میخورد در فعل زیاد روی می کند بنابراین مستاق اصراف می شود و شخص نباید بیش از اندازه آن, ان قضا را بخورد و یا اینکه آنقدر قضا نمیخورد که ممکن است که فوت شود ممکن است که بمیرد آن هم تفریط است که از جنس ترک است آنجا فعل قضا خوردن در برابر ترک قضا خوردن افراد و تفریط محسوب می شود یا مثلا کسی یک حیوانی را آورده و گرفته است و یا به او قضاهای بیش از اندازه می دهد به طوری که موجب مریضی او می شود یا به هیچ به او نمیدهد این حیوان بیچاره می میرد در این حالت می افراط افراد و تفرید کرده است یعنی هر دو حالت اصراف است برخلاف آن آنچه که در میان عوام مشهور است که زیادی چیزی اصراف است نه اگر هر چیزی از حد اعتدال خارج شود آن اصراف است چه در جهت افراد و چه در جهت تفرید جهت افراد جهت فعلی است و جهت تفریط جهت ترکیست. قل یا عبادی الذین و علی انفسهم اسراف کرده بر خودشان کارهایی رو که نبایستی انجام میدادند انجام میدادند و آنهایی که بایستی انجام میدادند ترک کردند فعل کارهایی که نباید میکردند و ترک کارهایی که میبایست انجام میدادن این مفهوم اسراف است. قل یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسهم میفرماید هر هرچه که انسان انجام دهد اسرافی که میکند برگشتش به خودش است و کسی معاقب نیست اگر تمامی جهان اسراف کنند بر نفسشان باز هم خداوند فرقی برایش ندارد و همه کافر شوند فرقی نمی کند. همه مؤمن باشند هیچ فرقی برای خداوند ندارد از این جهت هست که علا انفسهم هست یعنی آن کارهایی که انجام می بر علیه خودشان هست لا تقنتوم رحمت الله قنت یعنی ناامید شد ناامیدی کلی ناامیدی مطلق یعنی قنت لا تقنتو یعنی ناامید نشوید من رحمت الله از رحمت واسعه الهی ان الله یغفر الذنوب جمیعا در ادامه این آیه میفرماید که ان الله همان خداوند یغفر الذنوب جمیعا همه گناهان را میبخشد قرآن یک آیه دارد که فقط این سوال حتما برای همه ما پیش آمده است که خدا چه چیزهایی را می بخشد و چه چیزهایی را نمی بخشد خداوند یک آیه در قرآن فرمود که خداوند می بخشد همه چیز را الا رکبه فقط یک چیز را خداوند نمی بخشد و آن هم این است که برای او شریک قائل شویم ولی این آی... آیهی که خواندیم قبل از این آیه هست که قل یا عبادی الذین اسرفوا این آیه حاکم بر آن آیه است یعنی قبلا خداوند همه گناهان رو میبخشید هر گناهی که صغیرن و کبیرن و هر جهت که باشد خداوند خواهد بخشید هیچ گناهی نیست که خداوند نبخشد فقط یک جا استثناء فرمود که خود فرمود الا به غیر از این رو خداوند نمی بخشد که به او شریک قرار دهیم کس دیگری رو شریک او قرار دهیم خب این غیرت معشوقی اجازه نمی دهد که با معشوق معشوق دیگری رو برگزیند و نشان دهد اما این آیه که آمد گویا ناسخ آن آیه است و آیه حکم آن رو هم عوض کرد حتی کسانی که مشرک بودن آنها را هم خداوند میبخشد حتی مشرکان را هم میبخشد پس دیگر هیچ گناهی باقی نمانده است که خداوند اون رو نبخشد خداوند نفرمون ان الله یغفر الذنوب خب الف هم که می آورد. یعنی اینکه الفلام اختصاص است یعنی اینکه همه زنبها ها هیچ گناهی از اینجا نیست اما چون خداوند دیده که برخی که خیلی دوست دارن انسانها رو متهم کنن خیلی دوست دارن بگوین که هیچ گناه شما بخشیده نخواهد شد شما بد وقت و بیچاره خواهید شد حتما اهل دوزخید یک عده اصلا ولع خاصی و حرس خاصی نسبت به این دارن که انسانها رو گناهکار قلم داد کنند و خدا رو بسیار سخت و خشن معرفی کنند و بگویند اگر یک ذره پاتو از جاده صلاح کنار گذاشتی خدا چنین و چنان حسابت را خواهد رسید در به در دوزخ افکنده خواهی شد و چنان بلاهایی به سرت خواهد آمد این تعبیر رو قرآن میدانسته فرمود که ان الله یغفر الذنوب جمیعا این جمیعان رو آورد تا اینکه دیگر اینها بهانه ای نداشته باشند که نه قرآن گفت زنوب منظورش از این زنوب این گناهان بود این گناهانی که من میگویم اینها رو خداوند نمیبخشد نه خداوند به قول طلبه ها دفع دخل مقدر فرموده آنچه که خدا دیده که یک عده که خیلی دوست دارن انسانها رو متهم کنند اینها اگر بخواهند می توانند از این سو استفاده بکنند کلمه جمیعا را آورد که دیگر راه بسته شود یعنی فرمود ان الله یغفر الذنوب جمعی ان هم عرض کردیم که هر جا کلمه ان آمد دکترین الهی است و دکترین قرآن است و اصل و اساس و جزء قواعد عامره حضرت الوهیت است که وقتی کلمه ان در هر جای قرآن آمد آن دیگر بلا شک بلا شک حتمی است و هیچ شک و تردیدی در آن وجود ندارد و البته سنت حسنه الهی محسوب می شود بنابراین فرمود ای بندگان من که اصراف برزیده اید بر, بر نفسهایتان نفس هایتان از رحمت خدا ناامید نشوید ان الله یغفر الذنوب جمیعا خداوند همه گناهان رو همه جمعی گناهان را خواهد بخشید ملک جلیل جلیل یعنی بسیار با جلالت و عظمت ملک هم منظور هر جا عرفا ملک میگوین یعنی پادشاه زمین و زمان جهان و کون و مکان ملک جلیل واهب جزیل واهب یعنی بخشنده وهب یعنی بخشید واهب یعنی کسی که میبخشد بدون اینکه از دیگری گرفته باشد معمولا ما که می بخشیم به کس دیگری از کس دیگری میگیریم به واسطه اشخاص دیگری چیزهایی را می گیریم و اون رو می بخشیم به دیگران واهب کسی است که از خود میبخشد و بدون منت میبخشد هیچ گونه عوض و جوابی هم به واسطه آن نمیخواهد واهب کسی است که در برابر بخشش خود حتی انتظار شکر رو هم ندارد واهب جزیل جزیل یعنی بسیار فراوان کثیر عظیم اوست که بسیار بسیار فراوان میبخشد این همه بخشش کرده است واهب جزیل دارای جهان دارای جهان اوست کسی که جهان دارست و جهان رو دارد خداوند است خالق جز و کل هم جز را آفریده است و هم کل را رازق خار و گل روزی دهنده هم خار است و هم گل است نه اینکه خار رو کناری بنهد گل رو اهمیت دهد منظور این است که خداوند فقط دوستدار عباد صالح نیست درست خداوند عباد صالح رو دوست دارد عبادت صالحین رو ستوده است اما خداوند همواره که گل وجود عباد صالح را هم می پرورد خار وجود عباد ناسالح و عباد طالح و فاسد و بدکار را هم میرساند خداوند هیچ کس رو روزیش رو قطع نمی کند هیچ کس رو از خودش دور نمی کند شما می بینید آنهایی که از خدا دورترند شاید خداوند بهشان بیشتر و بهتر نعمات خود رو ارزانی می دارد و این یک سنت الهی است دانای نهان خالق جز کل رازق خاور و گل پادشاه علال اطلاق مال کل ملک به استحقاق او پادشاه علال اطلاق است پادشاه مطلق است هر پادشاهی که در جهان هست اولا پادشاهیش همیشگی نیست ثانیا پادشاهی برتر از او وجود دارد اما پادشاه مطلق کسی است که نه پس از او پادشاهی اینچنین است نه قبل از او بوده است و نه خواهد بود و اکنون هم پادشاه مطلق است مالک الملک به استحقاق مالک الملک توت الملکه لمن در قرآن هست که فرمود مالک الملک خداوند مالک ملک است خودش ملک است اما همین ملکیت رو هم او مالک است و مالک تمامی پادشاهی و فرمانروایی اوست ما یک ملک داریم یک ملک داریم ملک یعنی دارایی ملک یعنی پادشاهی اینجا مالک کل ملک نیست چون املاک همه خاص اوست منظور اینجا مالک ملک است ملک به معنای فرمانروایی و پادشاهی است ممکن است انسان ملکی داشته باشد دارایی داشته باشد اما نتواند بر آن سیتره و تسلط بیابد اما وقتی انسانی بر دارایی خود یا به هر چیز دیگری تسلط پیدا کرد ملک اعم از ملک است یعنی ملک وقتی داشتی دیگر ملک هم در کنارش است اما اگر ملک داشتی ممکن است ملک نباشد مالک الملک به استحقاق می دهد ملک رو به استحقاق هر کسی رو که حق تشخیص دهد خداوند ملک رو و پادشاهی و فرمان روائی رو به او می دهد از بحر زنده کردن مرد دلان آنهایی که دلشان مرده است جسمشان زنده است اما دلشان مرده است و تازه کردن پژمرده دلان اینان دلهایشان پژمرده شده است بعضی ها دلهایشان مرده است بعضی ها دلهایشان پژمرده است آنهایی که دلشان مرده است آن دل رو باید بیدار کرد آنهایی که پجمرده است باید شادابی بخشید و تراوت داد این میفرماید که قول یا عبادی قول بگو ای محمد که قال تو را حلال است که قال تو از حضرت جلال است خیلی زیبا میفرماید میفرماید که چرا این قول رو میگوید خداوند در قرآن خیلی میگوید قول مثلا میگوید قول هو الله احد قول یا ایها کافرون همه این قول هایی که وجود دارد در قرآن چرا میتواند بگوید میفرماید که قال تو را حلال است معلوم است که قال یعنی گفتن برخی را حرام است و برخی را حلال است چرا حرام است چون که صاحب قال نیستند کسی که صاحب سخنی نیست حق ندارد سخن بر زبان بیاورد قال تو را حلال است که قال تو از حضرت جلال است چون قال از حضرت جلال است قال تو و سخن تو از خداوند است پس تو باید بگویی حکما را بود به خان جلال لقمه و نطق و سهر هر سه حلال خب بعضی چیزها گفتن که حرام است مثلا برخی لقمه شبهه رو گفتن که نبایستی خورد چون حکیم اگر کسی حکیم نباشد لقمه شبهه رو نباید بخورد هر جایی نباید سخن بگوید سهر بر انسان ها حرام است سهر جزو مکاسب محرمه هست و همه علمای اسلام سحر رو حرام دانسته و اشتغال به سحر رو حرام می دانند به جادو سرسفردن رو حرام می دانند اما روایتی هست که این سه برای یک نفر حلال است آن هم حکیم است حکیم کسی است که علم و حلم رو با هم دارد هم علم دارد و هم حلم و بردباری دارد که مجموعش میشود حکمت حکمت الحکمت زالت المؤمن فخذ الحکمه ولو من اهل النفاق پیغمبر فرمود که حکمت و دانش و در زبان امروزی همان علم اصلی و علم اساسی حتی از منافق هم اگر شد حکمت رو یاد بگیرید چون که حکمت گمشده مؤمن است و مؤمن می که همیشه مزین به حکمت الهیه باشد قول بگو ای قال تو بهتر از حال من دیگر اینها رو با اجازتون دیگه توضیح نمیدم که آن لطافت و روانی سخن مولانا از بین نرود و روشن تقریبا تا حدودی بگو ای قال تو بهتر از حال ما حال رو بهتر از قال میدانیم ولی این فرماید که قال تو از حال از حال ما بهتر است ای قال تو کمال کمال یا عبادی یا ندای بعید است خب تفسیر میکند که یایی که در اول یا عبادی هست یا ندای بعیده ندای قریب داریم ندای ابعد داریم یعنی کسی رو که عرب میخواهد صدا کند دیگه با همان لفظی که نزدیک رو صدا می کند دور رو صدا نمی کند یا ندای بعید است وقتی کسی در دور باشد او رو می یا یا فلانی مثلا خب میگوید اینجا که خدا می گوید یا عبادی یعنی بندگانی که از او دورند وگرنه اگر نزدیک بودن که با کلمه یا خطاب نمی فرمود. یا عبادی یا ندای بعید است یعنی ای دور افتادگان از جاده راه به وسوسه دیو سیاه که چون کاروانی در بیابان حیران شود بعضی گویند راه این سوی است و بعضی گویند از آن سوی است دیو گوید وقت خود یافتم مولانا مثال زیبایی میزند ادهی هستند شب در میان بیابان گرفتار ماندن در میانه بیابان هستند راه رو نمی دانن. یکی می گوید من می شناسم من قبلا آمده ام این راه از این سمت است مثلا از سمت راست است دیگری می گوید سمت چپ است یکی می گوید مستقیم است یکی می گوید نه اشتباه آمده ایم باید برگردیم از این راهی که آمده ایم شیطان در آنجا می گوید اکنون وقت من هر کسی وقتی دارد و این رو باید شناخت یک الله یک وقتی دارد شیطان یک وقتی دارد ولی الهی یک وقتی دارد هر انسانی حتی گناهکاران یک وقتی دارند هر کسی یک وقت موقتی دارد و یک وقت خاصی دارد این وقت رو باید تشخیص داد که غالب انسانها در تشخیص این اوقات و این ایام در حقیقت موفق نمی شوند خب این میگوید که دیو می گوید الان وقت خود رو یافتم. میآید و میگوید ای جماعت به شکل شخصی، به شکل انسانی یا به شکل صدایی یا در کسی حلول میکند. در در وجود کسی واقع میشود. این شیطان یا آن جن و به او میگوید که راه از اینجاست. او میگوید من راه را یافتم. همه بیایی به دنبال من و این این شیطان است که در اینجا در این جاده و در این سیاهی انسان ها رو می فریبد و از راه خداوند دور می کند دیو گوید وقت خود یافتم برود از طرف دور که از راه سخت مخالف, از راه سخت مخالف باشد جلوتر میره میگه من میشناسم میره و دقیقا خلاف جهت آن راه اصلی میرود تا اینها رو فریب دهد بانگ میزند اهل کاروان را به آوازی که ماند به آواز خیشان ایشان و دوستان و معتمد ایشان به بانگ بلند و سخن فسیح مشفقانه که بیایید بیایید که راه اینجاست شیطان آمده است و به همه میگوید که بیایید منطقه به چه صدایی؟ به صدای یکی از آشنایانی که هستند سیا... سیاهی و تاریکی است هیچ کس دیده نمی شود من می بینم که مثلا صدای دوستم می آید از جلو که بیایید راه همین من به دنبال او می کاروان هان ای کاروان مؤمنان هوش و گوش دارید و قدره مشوید قدره یعنی فریفته فریب خورده فر قره من شوید که در آن بانگ فتنه هاست ها کاروان در آن حیرانی چون آن آواز مشفقانه خیشانه بشنوند چون کسی از میان خود ایشان همه سوی آن دیو روان شوند همه به سوی آن دیو می روند چون بسیار بیایند مدت زیادی مثلا شب تا صبح راه می روند دنبال آن دیو و دنبال آن صدای موهوم که فریفته است اینان رو گویند که آن که ما را میخواند اینجا بود کجا رفت وقتی که صبح می شود همینجا همین بود هی hey, به ما می گفت از اینجا می بیایید کجا رفت دیگر از آن دیو خبری نیست خود را نشان نمی خواهند که بازگردند که این خود قول بیابان بود میفهمند که این قول بیابان بود است بنابراین میخواهند که برگردند آن وقت رهزن کاروان بود دیو گوید حیف باشد که اینها را بگذارم که بازگردن دیو با خودش میگه که نمیذارم اینها برگردن اینا که فهمیدن این بانگ من بوده بانگ دیو بوده است الان یک فتنه دیگری میکنم یک فریب دیگری اینها رو میدهم که دوباره برگردن بر سر راه باز از دور از آن سوی گمراهی او را بینن که آواز میدهد که بیایید بیایید دوباره صدایی از آن طرف میشون که دیو آنها را با صدای نزدیکان و خانواده و پدر و مادر و فرزند خود میخواند. مولانا اینجا عمدی دارد در این قصه که معمولا ما سر و کار ما با چه کسانی است اگر کسی بخواهد ما را فریب بدهد چه کسی جز پدر و مادر و فرزندان و همسران و زنان و شوهران و خواهر و برادر و عمه و خاله خواهد بود و دوستان خواهد بود ما با چه کسانی ارتباط داریم نکته بسیار مهم است ما با چه کسانی ارتباط داریم چه کسانی می توانند ما رو فریب بدهند ما به سخنان چه کسانی اعتماد میکنیم؟ کنیم دقیقا به هر سخنی که اعتماد میکنیم آنجا راهی است که ما رو از حقیقت باز خواهد داشت و این رو بایستی دقت کرد آواز دهد که بیایید بیایید از آن گرمتر که اول می گفت از آن شدیدتر و گرمتر که مردم دوباره فریفته شوند اینجا بعضی از اهل کاروان به گمان افتند که اگر او غمخار ما بود و چنان که می نمود چرا نه ایستاد آشنایی نداد یکی دو میفهمند که چرا این نه معلومه یک به قول معروف فتنه در کار است به یک نظر به سوی آن دیو می نگرند که سوی او برویم و به یک نظر باز پس می نگرند آن سوی که آمده اند باشد که از آن طرف کسی پیدا شود خب انسان ها در, در وحله دوم که این دیو سخن می گوید دو, دو نوع می شوند یک عده به تفتن افتادن فهمیدن قصه چیز فهمیدن این دیو است که اینها رو می خواهد از راه صحیح بدر کند شک میکنن که آیا این سخن درست میگوید یا اینکه جهت رو اشتباه آمده ایم و چشم در راه دارند که یک کس دیگری که حادی واقعی و هدایت کننده واقعی است او بیاید و اینها را هدایت کند بعضی که از عنایت دورند هم در آن بیابان زلالت و عناد و فساد در پی آن دیو بر این نسق و بر این شیوه چندان بروند که نه قوت بازگشتن ماند و نه امکان مراجعت یک عده اینجا میستند که شاید یک حادی دیگری راه دیگری برای شما شخص شد ولی یک عده انقدر فریب رو میخورند که آن ندای دوم دیو آنان آن رو میکشاند و در زلالت و گمراهی و اناد یعنی در برابر خدا ایستادن اناد یعنی با وجود علم انسان در برابر حقیقت بیستد انسان گوی که حقیقت را میداند که چیز اما اناد بورزد علم دارد که حقیقت چیز اما قبول نمی کند تصور نفرمایید که اینها چه آدم هایی هستند که میدانند ولی قبول نمی کنند. خود ما هزاران هزار بار اناد کرده ایم و میکنیم و خواهیم کرد فقط دقت نداریم به اعمال خودمان دقت نداریم که در حالی که میدانیم که راه حق کدام است این راه حق رو را انکار میکنیم به شرایط روانی و اجتماعی و انسانی و هر چیز دیگر نسق هم یعنی روش بر همان روشی که داشتن روششون رو ترک نمیکنن و به همان نسق و سیاق حرکت می کنند تا جایی که دیگر آنقدر خسته میشون که دیگر حتی اگر راه درست را هم بدانند نمیتوانند به سمت آن بروند از گرسنگی و تشنگی همه در آن بیابان زلالت بمیرند علف گرگان شوند خیلی زیباست این علف گرگ شدن خیلی زیباست دیدید که حیوانات مثلا گوس و علف را چطور میخورد با ولع میخورد و علف هیچ اختیاری از خودش ندارد و بلافاصله خورده میشود این شخص اشخاص علف گرگ میشوند و گرگان طریقت و قاطعان سبیل حقیقت میآیند و اینها رو به راحتی از راه حق و از راه خداوند دور می کنند و بعضی که اهل عنایت باشند در میان بیابان زلالت تزرع آغاز کنند ای ولی فهمیده که این شیطان است آنجا که دست از همه جا میشویند و میبینند هیچ راه راه به هیچ جایی ندارند آنجا مینشینند و تزرع می کنند تزرع کلمه زیبایی است تزرع از زرع میاد زرع یعنی پستان مادر تزرع یعنی رفتن فرزند و کودک و طفل به سوی پستان مادر یا رفتن حیوانات مثلا بره ها به سوی مادرشان برای اینکه شیر بخورن و دیده اید شاید که چقدر بچه هنگام رفتن به سمت سینه مادر چقدر علاقمند است و چقدر حریص است وقتی گرسنه هست شدیدن به هر علتی خود رو میرساند و وقتی که بخواهی جدا کنی بسیار ناراحت خواهد شد و ناله خواهد کرد تذر رو هم همین است تذر رو یعنی این که انسان در برابر خداوند آنقدر طوری ناله کند زاری کند و زجه بزند مانند کسی که کودکی که گرسنه هست شدیدن و اگر به آن شیر نرسد خواهد مرد تذرو یعنی یعنی انسان آنچنان حرکت کند که واقعا با تمام وجودش باشد خب یک ده نشستن مثلا میگوین یا ربه یا ربه یا ربه, ربه. خب حالا رب هم نبود کس دیگری بود باز برایشان خیلی شاید تفاوتی نکند اما آن یعنی این که انسان هرچه که در وجود دارد آماده کند مهیا کند تا به همه آنچه که به او نشان میدهند برسد مانند طفلی که مشتاق صدی ام است به قول حضرت علی علیه السلام خب اینا تذرع می کنند که ربنا ظلمنا ظلم کردیم ربنا ای رب ما ظلمنا ما ظلم کردیم بر خودمان از راه سخت دور افتادیم عجب باشد اگر ما خلاص یابیم خیلی دیگر منحرف شدیم عجیب است که ما بتوانیم رها شویم حق تعالی فرشته ای را بفرستد بلکه نبی را رسول معصوم را مصطفی مجتبا را تا از زبان حق ندا کنند ایشان را از طرف جاده راه راست خداوند یک ولی الهی میفرستد یک نبی میفرستد رسول معصوم را میفرستد این کلمه معصوم شما میدانید که غالب اهل عامه یعنی غالب اهل سنت به اسمت انبیا معتقد نیستند وقتی که ایشون میگوید رسول معصوم را میفرستد معلوم می شود که شیوه و روش حضرت مولانا روش تشیع است چون شیعیان پیامبران رو معصوم میدانند اما اهل سنت غالبا پیامبران رو دارای اسمت نمیدانند بعضی که دارای اسمت میدانند فقط اسمت در بیان رو قبول می کنند مثلا اسمت در آوردن قرآن رو وگرنه در سایر جاها برایش اسمتی قائل نیستند و معتقد نیستند که نبی معصوم از پیغمبر حتی پیغمبر اسلام اعتقادی به اسمت ایشان نداره ایشان هم گناه میکند و دلایلی از آیات و روایات میآورند که پیغمبر معصوم نیست اما متفق شیعه علیه تمامی شیعیان این است که نبی معصوم است همچنان که امام معصوم است و نبی معصوم هم در عمل هم در فعل هم در فکر و در همه چیز او معصوم است نه مرتکب کبیره می شود نه مرتکب صغیره می شود و نه حتی مرتکب ترک اولا می شود خب رسول معصوم را مصطفی مجتبا مصطفی یعنی برگزیده شده مجتبا هم یعنی برگزیده شده اینها با هم تفاوتایی دارد که من رد می شدم. چون اگر بخواهیم که این مجالس رو تمام کنیم خیلی بحث مستوفا می شود تا از زبان حق ندا کنن ایشان را از طرف جاده راه راست خب اینها که رفتن و در ته گرفتار آمدن در آن صحرای تاریک ماندند وقتی نشستن گفتن خدایا ما نمیدانیم به فریاد ما برس آن وقت خداوند انسانهایی رو میفرستد از جنس اینان پیامبران رو میفرستد تا راه راست رو علا رغم راهی که شیطان نشان میدهد به ایشان نشان دهد که اصرفو شما که برخیشتن اصراف کرده اید ای بندگان حق که اصراف کردید و از راه سخت دور رفتید تو ما که همه خب اینجا مثال رو می آورد می تو ما که همه اصراف آن باشد که چند درمی به گذاف خرج کنی همه فکر میکنن مثلا اگر آدم پولهاش رو هدر بده مثلا اصراف کرده است چند درمی رو بیهوده خرج کند یا چند خروار گندم بی حساب خرج کنی یا مثلا نون رو بریزی دور اصراف کرده ای یا مثلا برنج رو بریزی دور اصراف کرده ای اصراف این کوچکترین حالت اصراف است اصراف حقیقی همان است که ارز کردم اصراف حقیقی آن است که انسان از جاده اعتدال رفتاری و اخلاقی و افعالی و صفاتی بیرون بیاید یا میراسی مال بسیار به گذاف به اشرت خرج کنی میراسی رسیده همینجور بی،, بی, عدد و بی حساب خرجش بکنی اصراف بزرگ آن است که عمر عزیز که یک ساعت عمر را که به صد هزار دینار نیابند که الیواقیتو تو تشترا بالمواقیت والمواقیتو لا تشترا بالیواقیت یعنی چون وقت عمر مهلت دهد یا ها و ها توان به دست آوردن اما به صد هزار یواقیت و جوهر مواقیت عمر نتوان خریدن خب قصه مشهور از همه می دانیم. پول را می شود داد و چیزهایی رو خرید جز عمر و عمر را می شود خرج کرد پول به دست آورد ولی هیچ پولی نمیتواند عمر یک ساعت رفته رو دوباره برگرداند همین است فرمود الیواقیت یواقیت جمع یاقوته یاقوت ها یاقوت اون سنگ گرانبه های سرخ و سبز الیواقیت و توش خریده می شوند به مواقیت هم جمع وقته و میقات میقات آن محل هایی که انسان میتواند وقت هایی که انسان در اختیار دارد مانند وقت هایی که ما داریم و هر روز او رو هدر میدهیم الی و توش مواقیت این مثال عربی است که یاقوت خریده می شود با به وسیله زمان ولی ول و وقتها و میقات ها لا توش خریده نمی شوند بلیواقیت با یا خود نمی شود عمر رفته رو دوباره برگرداند به زر نخریده ای جان را از آن قدرش نمی دانی که هندو قدر نشناسد متاع رایگانی را میگه میدونی چرا قدر عمرت را نمیدانی چون رایگان دادن چون این عمر رو رایگان دادن اگر مثلا یک حساب خود پردازی بود مثلا ما می رفتیم در آنجا یه روزی مثلا چقدر پول می ریختیم بعد انگشتمان رو می گذاشتیم یک روز مثلا ما شارژ می شدیم مثلا عمر ما یک روز شارژ می شد مثل همین مثلا کارت هایی که شارژ می کنیم آن وقت معنی و مفهومش را می فهمیدیم که یعنی چه چقدر فکر می کنید برای یک روز به ما اجازه میدادند که ما برای یک روز چقدر پول میخواستن برای شارژ عمرمون اگر ما هر روز موظف بودیم که برویم و در یک جایی جاهای شارژی بود ما هم میرفتیم در آنجا مثلا به یه وسیله صندلی بود می آنجا شارژ می شدیم مثلا خب شارژ یک روزه اینجوریه اینترنتتون رو شارژ میکنید شارژ یک ماهه اینقدره شارژ یک ساله اینقدره خب آیا انسان واقعا بخواهد چیزی رو شارژ بکند و چیزی رو برای خود بخرد آیا به راحتی از دست میدهد مولانا به نکته خیلی زیبای شارک فرمود فرمود که چرا انسان ها غالبا قدر وقت خود را نمی دانن. قدر ساعات زندگی و عمر خود را نمی به خاطر اینکه پولی بابتش ندادند اگر پول می چنین نمیکردن. این نمی به زر نخرید ای جان را از آن قدرش نمیدانی که هندو قدر نشناست متاع رایگانی هندویی که هیچ خبری از تمدن ندارد اگر یک چیز خیلی زیبایی هم به او بدهی او رو خواهد شکست یک گوهری هم به او بدهی قدرش را نخواهد دانست علا انفسهم علا انفسهم یعنی چه این ظلم بر خود کردید انفسهم و پنداشتید که بر دیگران میکنید ما داریم وقت خودمون رو تلف میکنیم و فکر میکنیم که به ضرر دیگری هست مثلا قیبت دیگری رو میکنیم تصور میکنیم که ضرر به او میزنیم در حالی که ضرر به خود ما وارد میشود حسودی دیگری رو میکنیم حسد میبریم به دیگری در حالی که این اولین ضرر به خود ما تکبر میکنیم فکر میکنیم به دیگران با تکبرمان لطمه میزنیم در حالی که اولین لطمه رو به خودمان وارد میکنیم همه کارهای و همه گناهانی که ما انجام میدهیم اولین لطمه و ضررش به خودمان هست آتش در دکان خود زدید این تاکه است هست معمولا روشی بوده که استفاده می گفت. همان زدید است ولی قبلا زدید میگفتند گویا لحجه خراسانی هست که مولانا هم از آن لحجه استفاده کرده است در جاهایی و در مواردی از آن جهت هست همان زدید است و سرمایه خود را سوختید و شاد می بودید یعنی این دال رو تأکید کرده و شاد می بودید که دکان خسمان خود را می سوزید. خیلی بده که انسان هم علیه خودش کار کنه و هم خود شادی بکنه دیده دید یک بچه مثلا یک وسیله ای دارد بچه دیگر هم همون وسیله رو دارد فکر کرده که این ب... وسیله مال مثلا دوستشه اینو میزنه هی خرابش میکنه بعدا متوجه میشه که این وسیله این دوچرخه خودم بوده و اشتباهی این رو خراب کردم چه اتفاقی میافتد شاد می بودید که دکان خسمان خود را میسوزیم بد مکن که بد افتی چه که خود افتی ظالم که کباب از دل درویش خورد چون در نگری پهلوی خیش خورد ظالمی که ظلم میکند فکر میکنه که خب من ظلم کردم به این مظلوم و با اون پولش رفتم کباب خوردم اگر این ظالم بداند که این کباب رو از کجا خورده از شادی نمی کند او از پهلوی خودش کنده است و گوشت خودش هست در حقیقت که کباب کرده است ظالم می خورد اما خبر ندارد حکایت آوردن که قصابی گوشت به نسیه دادی و کودکی نویسنده داشت بر خب اینجا یک حکایت زیبایی رو مولانا نقل می‌فرماید می‌فرماید یک قصاب بود او خودش بی سواد بود یک کودکی که نوآموز بود او رو به عنوان شاگرد آورده بود در مغازش گذاشته بود و این شاگرد آنچه که نسیه میداد اینها رو می نوشت فلان کس مثلا دو کیلو گوشت برد فلان کس پنج کیلو گوشت برد و قیمت هاش هم می نوشت اسم اون شخص و قیمت ها و مقدارش هم. یک روز که آمده بودن یک مرغی آمد که مثلا یک شاهینی بوده است یک عقابی بوده است یا هر چیزی آمد و یک تکه چون گوشت ها معمولا بیرون آویزان می کردن قدما یک تکه از این گوشت رو برداشت و برد قصداب به شاگردش گفت که بنویس یک چارک گوشت رو فلان مثلا فلان اقاب برداشت برد چارک هم حدودا سه چهارم کیلو هست تقریبا 750 گرم می شود او هم نوشت بعد فردا دوباره آمد این چاره کرده بود این قصاب گرفتارش کرد او رو زد افتاد و برای اینکه عبرت دیگر مرغان بشود او رو از بالای دکانش از قناره آویزان کرد قناره آن فلزی است که گوشت ها رو بر آن میزنند و می بینید الان قصاب ها هم دارن یک فلز منحنی است که بر آن گوشت رو میزنند زد آنجا که یادش باشد یه دفعه شاگرد آمد گفت که استاد آن روز گفتی که ما یک قرضی از این مرغ مردارخوار از این مرغ داریم اکنون چه بنویسم که تو این گوشت رو مثلا سه چهار کیلو رو زده اینجا اکنون چه بنویسم آوردن که قصابی گوشت به نسیه دادی و کودکی نویسنده داشت بر دکان فرمودی که بنویس که فلان چندین برد پیش فلان چندین است اینقدر پول نزد فلان کس است و اینقدر برده است روزی مرغ مردارخوار از هوا در پرید و یک پاره گوشت برو بود گفت ای کودک بنویس چارکی گوشت پیش مردارخوار داری روزی دیگر مردارخوار به رسم عادت قصد گوشت کرد قصاب هیلندی اندیشیده بود مرغ در ماند سرش ببرید و بر قناره در از بحر عبرت مردار خارن. کودک گفت استاد آنچه تو راست پیش مرغ نوشتم آنچه که آن قرضی که تو به مرغ داشت مرغ به تو داشت نوشتم اکنون قرض تو رو به مرغ چه بنویسم که اصفرو علا انفسهم اینان برخیشتن اصرفو علا انفسهم که اینها اصراف کردند بر این اشتباه تایپ شده است اصرفو علا انفسهم یعنی اصراف کردن برخیشتن آنچه مرغ را پیش توست چند نویسن استاد جامعه بدرید که کار گوشت سهل بود اگر از بحر سر سر چه کنم استاد گفت که خب گوشت مهم نیست من سر این رو بریدم اگه به جای سر سر بخواهند چه کنم حالا گوشت باشه یه مقدار پول میدیم برها تاوان آن کار کرده من رو جبران می کنیم. ولی اگر در برابر بگویند تو سر این مرغ رو بریدی به خاطر سه چارک گوشت اکنون من چه بگویم و او اگر در نگذرد در روز قیامت و بگوید او سر مرا به ظلم برید مگر سزای گوشت خوردن سه گوشت یک چارک مثلاً گوشت خوردن مگه سربریدنه او که مرا سربرید خدایا تو همینجا سرش را ببر عوض میخواهد چون این نیست که ما خود رو برتر از دیگران بدانیم و فکر کنیم که ما چون اشرف مخلوقاتیم و بالاتر از همه هر کاری میتوانیم بکنیم لا من رحمت الله یعنی اگر چنین نست در این غرقاب افتادید نومید مشوید بعضی ائمه تفسیر چنین گویند که این آیات در حق وحشی آمده است کشنده حمزه رضی الله عنه خب قصه حمزه وحشی رو میدانید که در روز جنگ احد وحشی که غلام گویا غلام هند بوده است که زن ابو سفیان بوده است آمده و به او وعده آزادی دادن و گفتند که برو و همزه سید و رو که اموی پیامبر بود بکش و او هم از عقب در آمده است و با نیزه عظیم جناب همزه رو کشته است پس از آن او متواری و فراری شده است نمیدانند که چه کنند و او در این اندیشه بود که آیا من چه کنم آیا من برگردم میخواست بیاید پیش پیغمبر و در آنجا اسلام بیاورد ایمان بیاورد ولی میترسید گفت من خون بگردنم هست من قهطی کردم من چگونه بتوانم که نزد رسول بروم و رسول همزه رو از همه بیشتر دوست می داشته است بنابراین این آیه نازل شد که این رو به وحشی برسانی که قل یا عبادی الذین و علی انفسهم بگو ای بندگان من که اسراف کرده اید برخیشتن ای وحشی که آمده ای و چون این جنایت بزرگی رو مرتکب شده ای لا تقنتو من رحمت الله از رحمت خداوند ناامید نشوید ان الله یغفر الذنوب جميعا خداوند همه گناهان را میبخشد حتی اگر شرک باشد حتی اگر کشتن حمزه علیه السلام باشد این دیگر خیلی مسئله مهم است چون میدانید که در هر قانونی در هر آینی کشنده رو معمولا به کشتن قصاص میکنن قاتل رو قصاص میکنن چگونه هست که قاتل بهترین شخص که حضرت حمزه باشد بیاید و, ب... و اعتراف و اقرار به قتل کند ولی به جای او قصاص نشود یعنی خداوند حتی جرم قتل رو هم میبخشد هیچ جرمی نیست هیچ گناهی نیست که خداوند آن را نبخشد در حق وحشی آمده از کشنده حمزه رضی الله عنه آنکه اول لیس وقا بود و آخر شیر خدا شد لیس وقا لیس یعنی شیر وقا یعنی جنگ جنگاوری و بیباکی وقتی جنگی که با سر و صدا و حیاهو و غوغا باشد بهش میگن وقا و آخر شیر خدا شد اسد الله شد و اولین لقب اسد الله بعد از حضرت یعقوب داده شده است به حضرت حمزه و پس از حضرت حمزه داده شده است به حضرت علی علیه السلام همچنان که لقب سید و اول به حضرت حمزه داده شده است و پس از آن داده شده است به حضرت عبا علیه السلام اول ام بود و خیش اول اموی پیغمبر بود و خیشاوند بود آخر فرزندش شد و پیش بعد از اسلام این همزه چون به قضا رفتی زره در نپوشیدی گفتندی ای شیر عرب خب قصه این است که مولانا میفرماید که وقتی که عزت همزه جوان بود در جنگ که بین عرب اتفاق میافتاد شرکت میکرد آنجا زره های سخت می پوشید و هرچه که شمشیر و نیزه و تیر و اینها که میانداختن بر او کارگر نبود اما بعد از اینکه اسلام آورد در قزوه ها قضا یعنی در جنگ هایی که نزد پیامبر بود در جنگ بدر جنگ احد و سایر جنگ های کوچکی که اتفاق افتاده بود زره رو از تن به در می کرد. گفتند ای همز این چگونه هست آن وقت که جوان بودی و قوی بودی و قدرتمند زره به تن می کردی اکنون که پیر شده ای زره هستن باز کرده ای گفت آن وقت که من جوان بودم زره می پوشیدم فکر می کردم که زندگی در این جهان است بنابراین برای اینکه در این جهان زندگی خود را حفظ کنم زره بر تن می کردم اما وقتی ایمان آوردم فهمیدم زندگی در این جهان نیست زندگی حقیقی در آن جهان است و زندگی حقیقی در مردن و در شهادت در این دنیا است از آن جهت اکنون هیچ باکی ندارم قبلا از مرگ می ترسیدم چون مرگ برایم چهره کریهی داشت و مرگ برای من امرزشتی بود اما اکنون مرگ رو بسیار دوست میدارم. چرا؟ چون که رفتم به پیش معشوق است رفتن به پیش خداوند است چه کسی از رفتن به پیش معشوق و از رفتن به پیش خداوند ملول می شود هیچ کس کسی رو که دوست دارد هر لحظه دوست می دارد که جانش را بدهد و به سمت او پرواز کند ای شیر عرب آن وقت که جوان بودی و به کمال قدرت و توانا بودی زره می پوشیدی و خود بر سر می کلاهر که برای جلوگیری از زخم بر سر می نهادن. این ساعت که به سن بزرگ شدی هر آینه تن را ضعیفی باشد پیر شده ای ضعیف شده ای چون است که زره و خود انداخته ای و برهنه در صف می آیی گفت آن وقت دلیری طبیعتی داشتم یک دلیری طبیعی بود به ناب طبیعت دنیا دلیر بودم چنان که شیر دلیری طبیعتی دارد شیر حیوانی است که اصلا نمیترسه اصلا فرار نمی کند طبیعیه به امید حیاتی و زندگی جان در نمی بازد بلکه طبیعت او آن است و از حلاوت مطابقت طبیعت خوف هلاکت بر او پوشیده می شود طبیعت او و غریزه او به قول امروزی ها غریزه چنان بر وجود او حاکم است که اصلا از مرگ نمی ترسد و هر حمله می کند حرکت می کند چنان که پروانه را نور ابراهیمی نیست که توکل کند بر حق یا چنان که مرد مستسقی میبیند دست و پا و شکم آماسیده از آب خوردن و حلاوت آب بر او آن همه را میپوشاند و از مرگ نمیاندیشد میگه که پروانه مانند ابراهیم نیست خودش رو به آتش میزند و میمیرد یا کسی که مستسقی است استسقا مرضی است که شخصی میآید آنقدر آب میخورد تشنگیش برطرف نمیشود آنقدر آب میخورد که حقیقت به واسطه زیاد آب خوردن می میرد و اما اگر به او بگویند که آب میخوری خواهی مرد آن لذت آبی که میخورد لذتی که میبرد مانع از آن میشود که عقلش را به کار بگیرد و مانع مردن خود باشد من نیز که همزه ام هم آن زندگی شجاعت و مردی ها که میکردم از روی طبیعت و غریزت بود نه از آن بود که من در مرگ می دیدم آن نور نداشتم من زندگی رو نمی دیدم من مرگ می دیدم و به خاطر همین زره برتن می کردم اکنون که ایمان آوردم ظلمت طبیعت از پیش چشم و دلم برخواست دیدم که بعد از مرگ و کشته شدن چه زندگی هاست این رو من دیدم که زندگی ها در حقیقت پس از این مرگ هاست روح را میان ارواح در آن مجلس که ارواح مجرد شده راه ارتیاه می نوشند بی دست قده می گیرند و بی لب و دهان در می آشامند بی سر سرندازی می کنند و بی پای پای می کوبند که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم شرح حال ارواح می فرماید که آن روحانیان در چه راحتند یرزقون فرهین یعنی میخورند و میآشامیند بی تن و بی معده و یلا لب و دهان و چون ارواح شراب راه نوش میکنند از عالم غیب های و هوی میزنند که ای نومیدان قالب خاک که نومید شده اید که اگر این قالب خاک بشکند از خوردن بمانیم از آشامیدن ماندیم از روز روشن ماندیم در گور تنگ گرفتار شدیم آخر در حال ما نگرید ای کور در گور چند نگری آخر آن نظر نظر کافرانه است نه نظر مؤمنانه که عاقبت خود گور بیند شیر کی خود را کور بیند آخر کافران گفتند اعزا متنا و کننا ترابن کسی که منزل خود را گور بیند قدم او را در راه چه قوت ماند و به چه دل منزل ها ببرد تن به دل تواند ره رفت و دل به نظر تواند حرکت کردن چون قبله نظر او گور باشد او را چه قوت و زور باشد خاک پای بینایان را در چشم میکشید کشید چندان که دید چشم تو از دیدن خاک و گور گزاره کند بیند که آنسو خاک گور نیست نور پاک است کو گور و خاک کو نور خب قصه رو همه متوجه شدیم که میخواهد چه بگوید این بود که فرمود آن زمانی که راه ارتیاه ارتیاه یعنی دقیقت روحانیت شراب های راه یعنی شراب شراب های روحانی رو وقتی اینها میخورند و قده عشق الهی و قده سرمستی الهی در دست میگیرند اما دستی ندارند میروند اما پایی ندارند می‌اندیشند اما سری ندارند سراندازی می‌کنند بدون سر و بدون پای و می‌گویند که لا تحسبن لذین قتلوا فی سبیل الله انبادن. آیه قرآن است فرمود و لا تحسبن ن. لا یعنی نفیه نفیه لا تحسبن ن. نون هم نون جمع نون تاکید است و مفهومش این است که لا تحسبن میگه البته حساب نکنید البته البته اصلا و اصلا حساب نکنید اللذین آنان که قتل کشته شدند فی سبیل الله در راه خدا انواتن آنها مردن بل بلکه بل در عربی جایی می آید که حکم قبلی رو کاملا نفی می کند و به بیان حکم جدید پس از خود میپردازد وقتی اینجا می بل احیاون بل یعنی تمامی آن حسابهایی که کرده ان، آنهایی که در راه خدا کشته شده اند مرده هستند همه آنها هیچ است غلط است بل بلکه احیا حکم بل، بعد از بل حکم اصلی آن سخنگو هست بل احیا بلکه اینان زندگان هستند اند رب بهن و زیباییش اینه که مقام اندیت دارند یعنی در نزد ربشان رب هستند شرح حال یرزقون فرهین روزی میخورند فرهین در حالی که بسیار فره و شادمان هستند فره یعنی شادی فره صفت مشبه است بر وزن فعل یعنی بسیار بسیار شادمان میخورند بیتن، تن می بی معده بی لب و دهان و عالم غیب اینها رو بر خود میبرد و میفرماید که نظری نظر مؤمنانه چیست نظر کافرانه چیست نظر کافرانه این است که انسان آخر خود را گور ببیند قبر ببیند مرگ ببیند برود در مثلا گورستان بگوید آخر من هم همینه است واقعا گمان برد که آخرش همین جا هست کسی که گور آخرش رو گور ببیند کسی که بداند آخرش خواهد مرد چه داییه چه قدرتی بر و قوتی برای حرکت خواهد داشت اصلا چرا باید حرکت کنه وقتی من خواهم مرد چرا این همه زج میکشم چرا این همه بی نصیبی نصیب خود میکنم آن وقت ارزشمند است که من بدانم که پس از این حیات حیات جاودانی وجود دارد وگرنه این دنیا که ارزشش ندارد این 20 سال مگه ارزش دارد انسان اوامر شر رو اطاعت کند مهم این است که بعد از این دنیا دنیاهای فراوان و دنیاهای عظیمی وجود دارد از آن جهت است که ما اکنون در این جهان اونجا رایت میکنیم آدمی دیده است باقی گوشت و پوست پلید است تانچه می بینی و میدانی تو آنی اگر عاقبت خود را خاک میدانی خاکی اگر عاقبت خود را گور میدانی همان گور هستی اگر خاک میدانی همان خاکی خود را اگر پاک میدانی پاکی پس همزه ایشان را جواب داد که آن وقت زره می پوشیدم به وقت جنگ زیرا سوی مرگ می رفتم و سوی زخم می رفتم عقل نبود سوی مرگ بی زره و بی هجاب رفتن وقتی که عقل چیه به سوی مرگ بروی بایستی با هجاب بروی اما به سوی زندگی بروی باید بدون هجاب بروی بدون زره بروی عقل نبود سوی مرگ بیزره و بی هجاب رفتن این ساعت به نور ایمان می بینم که چون در جنگ می آیم سوی زندگی می روم. عقل نبود سوی زندگی و حیات با زره و هجاب رفتن سوی آن حضرت نپوید هیچ دل با آرزو با این گل رخ نخسبت هیچ کس با پیرهن میفرماید که هیچ دلی با آرزوهای با آرزوی صرف با آرزوی خالی نمیتواند به حضرت راه پیدا کند و بلکه بایستی با تمام وجود راه برود اولش باید خلع این بدن کند و نزد خدا برود کدام کس با گلروخی با پیرهن در بستر میرود البته بایستی که میخواهد با خداوند جمیل و خداوندی که بسیار با جمال است میخواهی با او همراه شوی پیراهن تن پیراهن بدن رو باید خل کنی کناری بنهی و روح صرف باشی و به سمت او حرکت کنی انشاءالله که همگی در این مسیر و در این راستا باشیم و انشاءالله بقیه مبحث رو در جلسات بعد ادامه میدهیم و سلام علیکم و رحمت الله